یکی از همین دزدان گردن کلوف این چیزی که خودشون هم میگن تا حالا دستگیر شده باشه، مثلا اموالش مصادره بشه و مجازات بشه، هیچ وقت. اون چیزی که تا این سالها شاهدش بودیم همین مردم بیچاره‌ای هستند که قربانی همین فساد و دزدی رژیم هستند، اونچنان که ناچارن به خاطر سیر کردن شکم خودشون یا زن و بچه‌شون، حالا اون چیزی که معروف هست دزدی، در واقع برای زنده موندن خودشون دست به این اقدامات بزنن و از جانب حمید رژیم به شدیدترین وضع اینها مورد مجازات قرار میگیرن. من یادم هست که در همون سالهای قبل از 30 خرداد 60 یک مورد، یعنی اولین مورد قطع دست بود که مردی رو به خاطر دزدی ارزاق، یعنی مواد غذایی و روغن نباتی، به فجیع‌ترین شکل دستاش و انگشتاش رو قطع کردن. یا همین چند سال پیش بود که خود روزنامه‌های رژیم نوشته بودن که یک پیرمرد رو به خاطر دزدی یک جفت کفش کهنه و دمپایی شلاق زده بودن. بله، مجازات اگر هست نصیب محرومین، نصیب همون قربانیان این رژیم میشه و اینها پیوسته در رژیم جاشون محکم هست و حتی وقتی هم که میخوان در روزنامه ها بهش اشاره بکنن با اسامی مستعار و با حروف اختصاری بهش اشاره میکنن. اگر به هر حال متفقیم که دعواهای باندی در رژیم وجود داره، خب این میتونه با افشا و همون محاکمه یا دستگیری یک طرف میتونه نمایش بده. حالا ممکنه که اول خیزی که در همین قضیه اخیر ولی فقیه برداشته بودی همچی چیزی رو میخواست نشون بده، اما دیدیم که همونطور که عرض کردم دارن دامنه این رو جمع میکنن و خود ولی فقیه دستور داده بود که دیگه قضیه رو خیلی باد نزنیم و دنبال نکنیم، به دلیل خیلی ساده، چون که اگر این قضیه پیش بره همونطور که در صحبت‌های احمدنژادم دیدیم دامن خود ولی فقیه رو هم میگیره، آخه دزد اصلی خودشه. ببینید همین یکی دو سال پیش بود که در جریان خارج کردن 18.5 میلیارد دلار، یعنی چند برابر این، حداقل 5 برابر یا 6 برابر همین اختلاسی که رو شده، کاروانی که به ترکیه سفر میکرد، بله در کاروانی که در ترکیه گیر افتاد، کامیون های حامل پول، جواهر و شمش طلا که این رو پسر خامنه ای داشت میفرستاد به داشت جابجا میکرد، حالا داشت به خارج کشور میفرستاد یا چطور بود دیگه معلوم نیست، و تو ترکیه گیر افتاد. خب یک همچین دزد بازاریه، بنابراین نه اصلا قادر به مانور نیستن، به خاطر اینکه رژیم خیلی شکننده است و خیلی ضعیفتر از اونه که بخواد دست به همچین مانورهایی بزنه و اگر این کار رو بکنه تا ته جر خواهد خورد. اما ببینید اون چی که من گفتم در کادر همین رژیم هست، ولی نمیشه گفتش که پس مثلا یک همچین اختلاسی رو شده و اینا پس هیچ مثلا به نفع طرفین، نه اینطوری نیست. اگر از کادر این رژیم خارج بشیم و مردم رو وارد این معادله بکنیم، اون وقت خیلی قضایا تغییر میکنه. ببینید هر کدوم از این موارد وقتی افشا میشه، این در واقع اون آتش زیر خاکستر قیام رو، اون آتش زیر خاکستر خشم مردم رو به شعله‌ور شدن نزدیک میکنه و طبعا اینها هر کدوم از این چیزایی که بر اثر شکاف هایی در اون رژیم افشا میشه، اولا اون شکاف ها رو تعمیق میکنه و در ثانی خشم مردم رو نسبت به این رژیم هرچه بیشتر و فروزانتر میکنه تا اینها هم به همون سرنوشتی دوچار بشند که مبارک ها و قذافی ها دوچار شدند.